دوست مشترک ما، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی. قسمت 139. بتی هیگدن روزها که رحمی نوردید چون سربر می داشت و چیزی واقعی پیرامون خود می دید می گفت الافزار یا چیزی از این قبیل. در تاریکی اکنون ناگهان بنای عظیم با پنجرهای بیشمار و همگی روشن ناگهان سربر آورد. پشت سر آن از یک دودکش بلند دود به هوا می خواست و کنار آن صدای چرخ آبی به گوش می رسید. بین او و آن بنا مقداری آب بود که نور پنجره ها در آن انعکاس می یافت و در نزدیکترین محل آن یک ردیف درخت سبز شده بود. بتی که دست های پرچین و چروکش را به هوا برده بود گفت من خاشعانه از قدرت و بزرگی خداوند سپاسگزارم که به پایان مسافرتم رسیدم. وی میان درختان خزید و به سوی تنه درختی رفت که از آنجا و پشت درختان و شاخه هایی که پیش رویش بودند پنجره های روشنی دید که هم واقعی بودند و هم نور چراغشان در آب انعکاس یافته بود. سبد کوچک و مرتبش را در کنار خود بر زمین نهاد و روی زمین فرود آمد و به تنه درخت تکیه زد. قدرتش انقدر دوام یافت که توانست نامه را در سینه‌اش طوری مرتب کند که دیده شود. کاغذی با خود همراه دارد. برای انجام این کار دوام آورده بود و پس از آن هم از این جهان رفت. آخرین پندار رو به زحف نهاده‌اش چنین بود. اینجا در امن و امانم. وقتی مرا در کنار صلیب مرده پیدا کنند یا بنده از طبقه خودم خواهد بود، فردی از طبقه کارگر، یا بنده از طبقه خودم خواهد بود، فردی از طبقه کارگر که در آنجا در میان چراغ‌ها کار می‌کند. حالا دیگر نمی‌توانم پنجره‌های روشن را ببینم، اما وجود دارند. خیلی متشکرم. تاریکی رفته بود و چهره خم شده بود. این همان زن دورگرد نیست؟ منظورتان را نمی‌فهمم. اجازه بدهید با برندی لبتان را تر کنم. رفته بودم آن را بیاورم. فکر میکردید خیلی وقت از رفتم. انگار چهره زنی است که مقداری موی سیاه آن را پوشانده. صورت کاملا جدی زنی است که هم جوان است و هم زیبا. ولی کار من روی زمین تمام شده است و این باید فرشته باشد. خیلی وقت است مردم. منظورتان را نمیفهمم. اجازه بدهید باز هم لبتان را تر کنم. تا آنجا که میتوانستم با عجله رفتم و کسی را هم با خودم نیاوردم چون میترسیدم از دیدن آدمهای غریبه بمیرید. پس من نمردم؟ منظورتان را نمیتوانم بفهمم. صدایتان آنقدر پایین و شکسته است که نمیشنوم چه میگویید. شما صدای مرا میشنوید؟ بله. منظورتان بله است؟ بله. همین حالا داشتم از سر کار برمیگشتم. از این راه دیشب با کارگرهای شبکار کار میکردم و صدای نالهی شنیدم و شما را که اینجا خوابیده بودید پیدا کردم. کدام کار عزیزم؟ پرسیدید کدام کار؟ در کارخانه کاغذسازی. کجاست؟ صورتتون رو به آسمان گرفته اید و نمیتوانید اون رو ببینید. همین نزدیکی هست. صورت منو اینجا بین خودت و آسمان میبینی یا نه؟ بله. می توانم تو رو بلند کنم؟ هنوز نه. حتی سرتون را که روی دستم بگذارید؟ این کار را خیلی آرام انجام می دهم. کاری می کنم که اصلا حس نکنید. هنوز نه. کاغذ، نامه، نامه‌ای که در سینه دارید؟ خدا حفظت کند. بگذار باز هم لبانت را تر کنم، بازش بکنم، بخوانمش. خدا حفظت کند. زن نامه را حیرت زده می‌خواند و با قیافه عوض شده نگاه می‌کند و علاقه جدیدی نسبت به چهره‌ای که در کنارش زانو زده درش پدیدار می‌شود. من این نام‌ها را می‌شناسم، اسمشان را اغلب شنیدم. آن را می‌فرستی عزیزم؟ متوجه نمی‌شوم چه می‌گویید. بگذارید باز هم لبتان را تر کنم، همینطور پیشانیتان را. آی بیچاره بیچاره. و اشک‌ریزان این سخنان را بر زبان می آورد. از من چه خواستید؟ صبر کنید تا گوشم را نزدیک تر بیاورم.
آن را می فرستید عزیزم؟ آن را برای نویسنده هایش بفرستم؟ این را می خواستید؟ چشم، حتما. جز به خودشان به کسی نمی دهی؟ نه، وقتی تو هم بالاخره پیر شدی و ساعت مرگت فرا رسید عزیزم، جز به آنها به کسی دیگری نمی دهی؟ نه، قول شرف می دهم. با تلاشی تشنج‌آمیز. هیچ وقت به شورای کلیسایی نمی دهی؟ نه، قول شرف می دهم. و نمی گذاری شورای کلیسایی به من دست بزند و حتی به من نگاه کند؟ باز هم یک تکانه تشنج‌آمیز دیگر. نه، قول می دهم. نگاهی حاکی از سپاس و کامیابی بر آن سیمای خسته می درخشد. چشم ها که با نگاهی تیره به آسمان زول زده بود، با مفهومی خاص به سوی آن چهره مهربان برمی گردد که هنوز اشک می ریزد و در حالی که لبخندی بر لبهای سال خورده می درخشد می پرسد: اسمت چیست عزیزم؟ اسم من لیزی هگزم است. حتما قیافم زشت و دردآور شده. می ترسی مرا ببوسی؟ پاسخ به این سوال فشار فیلم مجلس لبان آن دختر بر لبانی سرد ولی خندان است. خدا حفظت کند. حالا بلندم کن عزیزم. لیزی هگزم سر خاکسترین و چرکین موی را به آرامی بلند کرد و زن را تا آنجا که می توانست به آسمان بلند کرد. فصل 42. یک نفر موضوع پیشگویی می شود. ما به مناسبت احسانی که در حق خواهرمان کرده و او را از این دنیای پرمعصیت به سوی خود فراخوانده ای، صمیمانه از تو سپاس گذاریم. این را عالی جناب فرانک میلوی با لحنی که از ناراحتی آری نبود خواند، زیرا قلبش با غم و اندوه گواهی می داد که روابط بین ما و خواهرمان، یا بگوییم خواهرخوانده من، موضوع قانون حمایت از بینوایان خوب نبوده است و اینکه بعضی وقتها چنین عباراتی را در یک چنین مراسم اندوهناکی برای خواهر و برادرمان هم می خوانیم. و اما سلاپی که این مرحومه شجاع هرگز روی از وی برنتافته بود تا اینکه از دستش گریخت، که می دانست اگر چنین نمی کرد هرگز از او جدا نمی شد. هنوز هم نمی توانست وجدانن آنگونه که شایسته است از این رویداد سپاسگزاری کند. با فروتنی باید امیدوار بود که این هم از خودخواهی سلاپی بود که در این حال قابل پوزش، زیرا خواهرمان برای وی از مادر هم بیشتر بود. این عبارات را بر خاکسترهای بتی هیگدن در گوشه ی از گورستان کلیسا نزدیک رودخانه خواندند. در گورستان کلیسای آنچنان تیره و غم‌افزا چیزی نبود جز تلهای سبز پر علف و گیاه و نه حتی یک سنگ قبر. اگر ما مردم هزینه های گورستان را می دادیم، برای گورکنان و سنگ تراشان هیچ کار فوق طاقتی نمی نمود تا نسل آینده بفهمد که چه به چه است، تا اینکه سرباز، جاشو، مهاجر که به کاشانهشان برمی گردند بتوانند آرامگاه پدر، مادر، همبازی یا نامزدش را بشناسند. زیرا ما چشم برمی گردانیم و می گوییم که در ماجرای مرگ همه یکسانیم و از این روی در دنیا همیشه این حرف را بر زبان می آوریم و از آن در می گذریم. نکند این حرف از روی احساس است؟ ولی شما ای سروران و آقایان و هیئت مدیره محترم چه می گویید؟ می گویید که ما اگر به مردممان خوب بنگریم جا ندارد اندکی احساساتی بشویم؟ در کنار عالی جناب فرانک میلوی به هنگام خواندن همه کوچولویش جان راکسمیت منشی و بلا ویلفر ایستاده بودند. اینان غیر از سلاپی عزادارانی بودند که بر این گور فقیرانه گرد آمده بودند. بر مبلغ پولی که آن پیرزن در سینه لباسش دوخته بود دیناری افزوده نشده بود. تمام کارهایی که روح بزرگوارش خواسته بود انجام شده بود. سلاپی در حالی که تسلی ناپذیر به در کلیسا تکیه زده بود گفت: من فکر میکنم با این عقل ناقصم فهمیدم که بعضی وقتها اذیتش میکردم و حالا که یادم میآید دلم میسوزد. آلی جناب فرانک میلوی ضمن دلداری وی توضیح داد که حتی بهترین و صالحترین افراد ما هم کم و بیش در کارهایشان بی‌مبالاتی میکنند
بعضی ها که زیاده روی هم می کنند و در واقع ما چه آدم های کاهل، ناموفق، ضعیف و دمدمی مزاجی هستیم. سلاپی که از این نصایح روحانی تقریبا آزرده شده بود، البته به خاطر ولی نعمت مرحومش گفت: اما او اینجوری نبود قربان، هرچه می خواهید بگویید، او به تمام وظیفه‌هایی که داشت عمل می کرد. به وظیفهش درباره من، درباره بچه های پرورشگاهی، به وظیفه‌ای که درباره شخص خودش داشت، به وظیفه‌ای که درباره هر چیز و هر کس که داشت به خوبی عمل کرد. ای خانم هیگدن، از میان میلیون‌ها آدم تو هم زن بودی، هم مادر و هم ماشین اتوزنی. سلاپی با این سخنان قلبی و پر احساس سر پر درد و اندوهش را از کنار در جدا کرد و روی یک گوشه گور نهاد و گریست. عالی جناب فرانک میلوی که دست بر چشمانش می کشید گفت: این گور با موجود شریفی که در آن آرمیده گور بی نام و نشانی نیست. به نظر من بسیار پر آوازه تر از آن است که اگر بهترین سنگ تراشان کلیسای بزرگ بر آن کار می کردند. آنان پسرک را تنها رها کردند و از در کوچک خروجی گورستان گذاشتند و رفتند. چرخ آبی کارخانه کاغذسازی از آنجا دیده می شد و چنین می نمود که بر صحنه روشن زمستانی تأثیر آرام بخش دارد. آنها اندکی پیش رسیده بودند، ولی زی هگزن با آنان گفت که نمی تواند چیز زیادی به آن نامهی که نامه آقای راکسمیت هم جوف آن گذاشته است بیفزاید و از این روی منتظر دستور است. در این نامه نوشته بود که چگونه صدای ناله را شنیده بود و بعد چه گذشته بود. در این نامه نوشته بود که چگونه صدای ناله را شنیده بود و بعد چه گذشته بود و چگونه اجازه گرفته بود که جسد را در انبار خالی و تمیز کارخانه امانت بگذارند و از آنجا بود که همه آن را به گورستان بردند و سایر مراسم طبق وصیت متوفا از نظر مذهبی انجام گرفت. لیزی گفت: من همه یا تقریبا همه این کارها را نمی توانستم به تنهایی انجام بدهم. این قدرت را من نمی توانستم داشته باشم و اگر آن دوست و همکار مدبرم نبودند، من قدرت انجام هیچ کاری را نداشتم. خانم میلوی گفت: حتما آن یهودی نبود که از ما پذیرایی کرد؟ شوهرش به عنوان جمله معترضه گفت: عزیزم، چرا نباید باشد؟ لیزی گفت: در یهودی بودن آن آقا هیچ تردیدی نیست و آن خانم همسرش هم یهودی است و یک نفر یهودی مرا با آنها آشنا کرد، ولی گمان نمی کنم در این دنیا کسی مهربان تر از اینها دیده باشد. خانم میلوی در مقام همسر یک کشیش و با لحنی حاکی از رنجیدگی خاطر گفت: بعید نیست خیال دارند شما را مرتد کنند. لیزی با لبخند محبوبانه پرسید: چه کار کنند خانم؟ خانم میلوی گفت: کاری کنند که شما دینتان را عوض کنید. لیزی که هنوز لبخند بر لب داشت سرش را تکان داد و گفت: آنها هرگز از من نپرسیدند که من چه مذهبی دارم. آنها پرسیدند چه سرگذشتی داشتم و من هم به آنها گفتم. آنها از من خواستند کوشا باشم و مؤمن و وفادار و من هم به آنها قول دادم همینطور باشم. آنها قلبن و با شعف دل به وظایفی که نسبت به همه ما دارند عمل کردند و ما هم سعی می کنیم به وظیفه‌ای که ما در قبالشان داریم عمل کنیم. در واقع آنها بیش از وظیفه عمل می کنند، چون که از هر لحاظ به فکر ما هستند. خانم میلوی کوچولو که از این حرفها خوشش نیامده بود گفت: کاملا معلوم است که شما عزیز دردانه و طرف توجهید. لیزی جواب داد: اگر بگویم نیستم خیلی ناسپاسی کردم، چون که در اینجا من مورد اطمینان قرار گرفتم، اما این کار جلوی این را نمی گیرد که آنها به دین و مذهب خودشان باشند و ما هم به مذهب و دین خودمان. تا حالا درباره دینشان حرف نزدند و همینطور درباره مذهب خودمان. حتی اگر من آخرین نفر در این کارخانه باشم باز هم فرقی نمی کند. آنها هیچ وقت از من نپرسیدند که آن زن بینوا چه دین و آیینی داشته است.